من نیکو یوسفی، کارشناس موسیقی، با نهمین بخش از بررسی و معرفی موسیقی آذربایجان با شما هستم و سازشناسی این فرهنگ موسیقی رو ادامه میدم. تار آذربایجان مهمترین ساز در اجرای مقامات آذربایجان محسوب میشه. در بخش‌های قبل اشاره کرده بودم که مقامات مجموعه‌ای منظم و نسبتاً مدون از نغمه، مقام و گوشه‌های مختلف این فرهنگ موسیقی که به ردیف دستگاهی موسیقی ایران شباهت داره و میتونیم بگیم با ردیف موسیقی ایرانی ریشه های مشترکی داره. بر اساس مدارک به جا مونده در تاریخ، تار آذربایجانی حاصل تغییراتیه که روی تار پنج سیم فارسی ایجاد شده. تار فارسی در قرن 18 میلادی در ارمنستان، آذربایجان، قفقاز و تاجیکستان که در گذشته در قلمرو سیاسی ایران قرار داشتن رایج بود و در همین زمان نوازنده و موسیقیدانی به نام میرزا صادق اسدوغلو معروف به صادق جان تار آذربایجانی رو با ایجاد تغییراتی روی تار فارسی به وجود آورد. صادق جان در شهر شوشا از قره‌باغ که امروز در جمهوری آذربایجان واقع زندگی می‌کرد. تار آذربایجانی از خانواده سازهای زهی مزرابیه که با مزراب نواخته میشه و به گروه زه صداهای مزرابی تعلق داره. کاسه تنینی تار آذربایجانی مثل تار فارسی از دو قسمت تشکیل شده به نام کاسه بزرگ و کاسه کوچیک یا نقاره. این کاسه تنینی یک پارچه است و در مقایسه با تار فارسی کوچکتر و کم حجم تره. پشت این کاسه تنینی برخلاف تار فارسی نسبتاً صاف و تخته. حجم کم کاسه و صاف بودن پشت اون این امکان رو به نوازنده میده تا موقع نواختن ساز رو به راحتی روی سینه خودش قرار بده.
دهنه کاسه و نقاره تار آذری در مقایسه با تار فارسی بازتره و روی اونها پوست کشیده میشه. دسته این ساز به زائده کوتاهی که از نقاره خارج میشه متصله. روی دسته تعداد 22 یا 24 دستان بسته میشه و در انتهای دسته سرپنجه قرار داره که محل قرارگیری گوشی های کوک سازه. داخل سرپنجه 9 گوشی وجود داره، 6 گوشی بزرگ و 3 گوشی کوچیک. تار آذری 11 وتر داره که 6 وتر اون وترهای اصلی هستن. 4 وتر به سیم‌های زنگ معروف هستن که 2 به 2 به صورت همصدا کوک میشن و هر دوی این همصداها به 1 گوشی متصل میشن. بنابراین برای 4 سیم زنگ 2 گوشی وجود داره و گوشی باقی مونده مربوط به سیم باس سازه. اما 6 وتر اصلی در 3 گروه دوتایی با نامهای سفید، زرد و بم تقسیم میشن. تار آذربایجان 4 شیطانک داره که اولی شیطانک اصلی سازه و در محل اتصال دسته به سرپنجه قرار داره و از روی اون 6 وتر اصلی ساز عبور میکنن. دومی شیطانک فرعی سیم باسه که به شیطانک اصلی متصله و 2 شیطانک فرعی دیگه محل عبور سیمهای زنگ هستن. مزراب تار آذربایجانی قطعه ای از جنس شاخ گاومیش یا مواد مصنوعیه که برخلاف تار فارسی موم نداره. تار آذری مهمترین و اصلی ترین ساز در اجرای مقامات و دستگاه‌های موسیقی آذربایجان که هم در همراهی آواز، هم به صورت تکنوازی و هم در ارکستر مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین نوازنده تار آذری از تکنیک‌های زیادی در نواختن بهره می‌برد. تکنیک‌های دست راست در تار آذربایجانی اینها هستند: اوست مزراب، ات مزراب، رخت، دویم مزراب، سانتور مزراب یا قایتاقی مزراب، قاشیق مزراب، آشیق سیاقی مزراب، خراش، دراب، شلال و قوشا مزراب. و از مهمترین تکنیک های دست چپ در تار آذری میتونم به اینها اشاره کنم: لال بارماق، دارت ماسیم، تکیه، گلیساندو، ویبراسیون های طولی و عرضی و لرزاندن کاسه تنینی. به علت وجود سیم باس و سیم های زنگ در این ساز، انگشت شست دست چپ نوازنده در انگشت گذاری تار مورد استفاده قرار نمی گیره. با موسیقی اقوام ایرانی
و بررسی موسیقی آذربایجان از برنامه نیستان همراه باشید.